نمایش قدرت نیروهای نظامی با رونمایی از خط تولید انبوه اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر. وزیر دفاع در مراسم افتتاح خط تولید انبوه جت جنگنده کوثر گفت ساخت و تولید این جت جنگنده با همکاری نیروی هوایی ارتش دستاورد جدیدی در ارتقاء توان رزمی نیروی هوایی کشور است. گذشته ها گذشته است، کاری نداریم به آن روزهایی که 85,000 مستشار امریکایی در وطن من و تو بودند و حتی بستن پیچ ها را به ما یاد نمی دادند. کاری نداریم به پول های بیزبانی که به جیب امریکایی ها می رفت برای خرید تسلیحات. شاید اگر گذشته ها نگذشته بود ما هم سرنوشتی داشتیم مثل جیره خاران و وابستگان منطقه، مثل آل سعود. گذشته ها گذشته است و حالا فقط یک عدد برای ما مهم است، عددی که انگار سال تولد ماست، سال تولد یک ایران، و این عدد یک جهان دشمن را سوزانده است. 40. و امروز در 40 سالگی انقلاب ما نه دیگر وابسته ایم، نه مستشاری هست که امر و نهی کند و نه دیگر دزدی میتواند سر گردنه های احتیاج بایستد و از ما باج بخواهد. چقدر به کار خودتون اطمینان دارید؟ همین قرش هواپیمای کوثر توی آسمان بزرگترین اطمینانی که ما به کار بردیم. خودمان هستیم و گام‌هایی که استوار است. ما خودمان هستیم و یک دنیا اراده. نگاه کن، بخواهیم میتوانیم. این یکی از هزاران است. جهان هرچه میخواهد بگوید، ما کوثر را ساختیم. هر کشور دیگه که بخواد وارد ساخت هواپیما بشه باید از این اطلاعات قبلی استفاده کنه، از این تجارب استفاده کنه. به قول معروف شرق رو چه میدن از ابتدا دوباره اختراع کنه. طراحی کردیم و ساختیم 100%. کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست، به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم. این از سر تا دم که شما گفتید یعنی چه بخشایی رو در بر میگیره؟ ما میتونیم هواپیما رو به 5 دسته کلی تقسیم بکنیم. قسمت اول سازه بال و بدنه هستش، قسمت دوم سامانه های اویونیک و سلاح هست، قسمت سوم سامانه های اقلام و سامانه های مکانیکی و هیدرولیکی، قسمت چهارم موتور و قسمت پنجم صندلی پرتاب که یکی از حیاتی ترین و نابترین فناوری های دنیا هست. و من امروز اینجا با افتخار خدمت شما عرض می کنم که تمام این مواردی رو که خدمت شما عرض کردم ما طراحی کردیم، ساختیم، تولید کردیم، تست کردیم و با افتخار روی هواپیمای کوثر نصب کردیم. و فقط در یک خط تولید آن 7 جنگنده در حال ساخت و تجهیز است. من از این سیم 33X4 دیدم. بله. برم شکلنه شماره 3. با در واقع تدبیر مقام معظم رهبری برای ساخت جت رزمی آموزشی در داخل کشور به صورت کامل، شرکت صنایع حسا در قالب پروژه‌ای که تعریف کرد بومی سازی و تولید داخل این در واقع سامانه ها رو در دستور کار قرار داد و با بکارگیری نخبگان، دانشمندان هوایی، دانشمندان حوزه در واقع رادار، اویونیک و غیره تونست تمام اجزای سامانه‌های اویونیک و سلاح رو داخل کشور و با توانمندی‌های خود متخصصین ایرانی تولید کنه و به حول قوه الهی الان که خدمت شما هستیم در ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. دیگر نیازی نیست برای داشتن جنگنده‌های پیشرفته دست دراز کنیم.
بیگانگان چشم باز کنند و ببینند جنگنده ما ایرانی ها نسل چهارمی شده و نسل های دیگر هم در راه است. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که ما میگیم سامانه های اویونیک و سلاح هواپیمای کوثر نسل چهار شده؟ یعنی اینکه سامانه ها از حالت الکترومکانیکی، سیستم های در واقع اویونیک ما از حالت الکترومکانیکی به حالت دیجیتال تغییر کرده. یعنی اینکه کابین خلبان از حالت آنالوگ به صورت فول گلاس کاکپیت تغییر پیدا کرده. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست، ساخت متخصصین داخل کشور هست استفاده کردیم که و میتونه ارتقا بده کشف اهداف و تهدیدات رو. در واقع اومدیم از کامپیوتر محاسبات سلاح در این هواپیما استفاده کردیم که افزایش دقت اصابت به هدف رو، هدف زمینی، هوایی و دریایی رو توی این هواپیما ما ارتقا دادیم و بروز کردیم. در واقع اومدیم از سامانه های جنگ الکترونیک در این هواپیما به صورت کاملا بومی استفاده کردیم و اینها مجموعه اینها یک کار فوق العاده عظیمیه که ما میتونیم بگیم هواپیمای کوثر یک مگا پروژه بود که در این کشور با همت خود متخصصین ما مدیریت شد. سی آی دو بزن؟ سی آی آن یه لحظه اومده. فقط حیف که نمیتوان خیلی از نکات را بیان کرد. چشمهایت را باز کن، این یک رؤیا نیست، حقیقتی است که خواستیم و توانستیم. با همه تحریم ها، با همه نامردی ها، با همه نیشخند ها، این محصول یک اراده است، اراده یک ایران دانشمند ایرانی. با این کار بزرگ نیروهای مسلح ما برای جنگنده های دیگر نیز نیازی به قطعه ندارند، خود تولید میکنیم. خوشبختانه در حوزه پشتیبانی از هواپیماهای سپاه ارتش کم نذاشتیم و نیازمندی هاشون رو به خارج از کشور بسیار 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 کم کردیم. پرزنت هدینگ 270 بارومتر آلتیتیود 2MFT 2 رادارهای پیشرفته چند منظوره کنترل آتش، سامانه های نوین جنگ الکترونیک، کامپیوتر محاسبات دقت سلاح، همه و همه برای خود ماست. نام ایران در جهان به عنوان سازنده جنگنده های پیشرفته ثبت شد. روز موعود است. تحویل نخستین جنگنده رزمی آموزشی کاملا بومی کوثر به نیروی هوایی ارتش. امیر عزیز، احساستون؟ زیباترین احساسی که میتونم داشته باشم همین لحظه است، نشستن در داخل کابینی که حاصل دستان پرتوان دانشمندان خودمون است. جنگنده کاملا ایرانی است 100%. چگونه ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتماد میکنه که خلبانان اون سوار جنگنده های ایرانی بشن؟ از امروز اعتماد ما 100% هست، برای اینکه جوانانی که با تمام وجود برای نام ایران، برای انقلاب اسلامی، برای ملت ایران، برای نیروهای مسلح و برای سربلندی ایران و نیروهای مسلح تلاش میکنن، اونها اینا رو همه رو پای کار آوردن با ایمان و عشق و دانش و کار و تلاش. خبری هم از نسل‌های بعدی جنگنده ها بدین که انشالله کی به بهره برداری خواهند رسید؟ ما امروز در این مرحله هستیم، یک پلتفرم رو توانستیم توسعه بدیم و می توانیم با تحقیق و توسعه نسل‌های بعدی همین نام مبارک رو انشالله تولید بکنیم و در اختیار قرار بدیم. همین الان که این خط تولید رو افتتاح کردیم، تحقیق و توسعه برای نسل بعدی این هواپیما در حال انجام هست. انشالله در موعد خودش نسل بعدی در اختیار نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
و نزدیک از زمانی که همه جنگنده های ما ایرانی باشد، ساخت دانشمندان وزارت دفاع خودمان باشد تا کور شود هر آن که نتواند. نمیستم الان به شما بگم کم و کسری نداره این جنگنده. نه واقعا نداره، یعنی اصلا جز به جملاتی نیست که تکرار شونده است بگیم مال چون ساخت خودمونو بهتره. واقعیت اینه، من توی صنعت هواییمون خب یه مدت خیلی زیادی چیزی ما نداشتیم برای ارائه کردن، ولی الان بعد از سالیان گذشته و زحمت دوستانمون تو این شرکت هواپیماسازی واقعا چیزی ارائه دادن که در حد هواپیمای آمریکایی و به روزتر از اون.